آقای مینو شمیر، درود بر شما. درود بر شما، درود بر بینندگان و درود به ملت خوب ایران. آقای مینو شمیر، این اولین برنامه در استودیو جدید تلویزیون که من در خدمتم. ما هنوز ما رو دعوت نکردین. باشه، تبریک میگم، شاد باش میگم، عروس بیارین، داماد بیارین و موفق. این چی آقای مینو شمیر گفته؟ هر کی بگه که اسرائیل خواهان تجزیه ایرانه، عامل جمهوری اسلامیه. بله، واقعا همینطوره. به خاطر اینکه این به ظالمانه ترین و مغرضانه ترین اتهامی است که میتونن به اسرائیل وارد بیارن. ببینید، امروز در دنیا تنها کشوری و تنها حکومتی که قاطعانه مرتب و در هر فرصت از حقوق ملت ایران دفاع میکنه اسرائیل. از اون جنبه، حالا اون جنبه رو نگاه نکنیم، حالا صورت اگر یه عقل سالمی وجود داشته باشه، اجازه بدید، برای خونسا کردن این تلاش اسرائیل میآیند. یک آقای میگوید که بله، خمینی یهودی بود چون فامیلیش موسوی بود و با توجه به اینکه در دین مبین اسلام اسامی مانند موسی، عیسی، ابراهیم، اسحاق، یعقوب به مقدار زیاد وجود داره و موسوی کسی است که به امامان موسوی دین مذهب تشیع تعلق داشته، میگه چون یکی از القابی که به خمینی داده بودن موسوی است، پس خمینی هم یهودی بوده. ببینید، چون هیچ ندارن و میخوان فرافکنی بکنن و میخوان ملت ایران رو بزنن. امام موسا کاظم چی؟ امام موسا که اصلا اسمش موساست که. امام موسا کاظم. بله، امام موسا. یعنی اسمش که موساست که اون وقت. پس اونم یهودی بوده امام موسا کاظم. شاید. یعنی یک آدمی. نه. حرف من چیز دیگه ای آقای مینو شمیر. میگم از آقای مینو شمیر، ببین، اولا این که اصولا به نفع دو تا کشور نیست که ایران تجزیه بشه، یکی امریکا، یکی اسرائیل. این دو تا کشور حاضر نه. چرا؟ عزیزان، انگلیس نمیخواد. انگلیس هم نمیخواد. نفی کشورها نفعشون رو از دست میدن اگه ایران تجزیه بشه. حالا خیلی خوب آقای مینو شمیر، تاریخ نشون میده که انگلیس میخواد، شما میگی نمیخواد. روسیه تاریخ نشون میده که میخواد. وارد بحث تاریخ نمیشم، اصلا تاریخ در روابط امروز ملت های جهان مفهومی نداره، به خاطر اینکه هر روز کشور فرق میکنه، منافع فرق میکنه. دو تا کشور به نفعشون نیست که ایران تجزیه بشه، یعنی ایران تبدیل به چند تا کشور بشه که اینا مجبور بشن با چند تا کشور دیل بکنن. یکی از این دو تا کشور حتما اسرائیله و خب این حرف درستی است. اما این که بگیم هر کی این عقیده رو داره عامل جمهوری اسلامی، این دیگه وقت بی‌انصافیه. به زبان حال و بلندگوی حکومت ایران، به خاطر اینکه هدف از وارد آوردن این ادعا و افترای بی اساس فرافکنی بین دو ملت ایران و اسرائیل و خونسا کردن تلاش های ملت اسرائیل برای حمایت از ملت ایران، بنابراین بخواهد یا نخواهد بلندگوی حکومت ایران و شاید هم از حکومت ایران پول میگیره. شما شاید. فکر میکنید یه ذره تو این جوابتون تعصب وجود داره؟ آقا یه آدمی نظرش اینه به اشتباه، به غلط، حالا ما این منصوبش کنیم به عامل جمهوری اسلامی؟ نه به اشتباه و به غلط، یک غرض و مرضی داره که این حرف بیاد. کجا میدونی؟ شاید مریضه، شاید نادانه، شاید جاهله. اگر مریضه یا جاهله، از صدای حکومت ایران رو به گوش میرسونه و نکنه. اینو میشه گفت؟ نه، اینو میشه گفت، ولی این که بگی مأموره نمیشه گفت. آقای مینو شمیر، یا مأمور دانسته یا ندانسته، به هر حال سیاست تفرقه فکرانه حکومت ایران رو دنبال میکنه. عرضم به حضورتون بیتر. که به من بفهمیدم شما از این خبرهای وین خسته نشدین؟ هی گاهی میگن
نتیجه حاصل، گاهی میگن نه، گاهی میگن میگیریم، گاهی میبندیم، ولی هیچ خبری هم نمیشه. الان چقدر اجازه بدون من برم به یه موضوع دیگری که جز این که نه فقط میگن اسرائیل خواهان تجزیه است، بلکه میآیند و از کانال یک شبکه بین المللی میگویند که اسرائیل عامل برانداختن شاه ایران بود و اسرائیل بود که خمینی رو به روی کار آورد و اسرائیل بود که میخواست ایران رو علیه شما. اگه میخوای به کسی جواب بدی چرا با اون کس نمیشینی مناظره بکنی؟ اگه نمیخوای باش مناظره کنی چرا بهش جواب میدی؟ من هیچ احتیاجی ندارم با فردی مناظره کنم. فقط میگم این از تلویزیون شما پخش شده و به یاد بیارید که اگر اسرائیل بود عامل سقوط رژیم شاه شد، یعنی چین بیکار بود، روسیه بیکار بود، آمریکا بیکار بود، انگلیس بیکار بود، کشورهای عرب بیکار بودن، معمر قذافی بیکار بود، سازمان آزادی فلسطین بیکار بود، اینا همه هیچ نقشی نداشتن. اسرائیل آمد که حکومت سلطنتی ایران رو براندازه. اوکی، یه فرد اینطوری میاد و ادعا میکنه، من چی دارم بهش جواب بدم؟ من بارها خدمت شما گفتم افراد خمینی توسط یاسر عرفات به اردوگاه های فلسطینی ها در لبنان برده شدن که تعلیمات نظامی ببینن. معمر قذافی تلویزیونش رو و رادیوش رو، رادیو موج کوتاهش رو در اختیار عوامل خمینی قرار داد که باعث سقوط شاه ایران بشن. ایالات متحده و اتحاد شوروی در اوج جنگ سرد بودن و شوروی به خاطر قراردادهای نظامی و امنیتی که بین ایران و ایالات متحده بسته شده بود میخواست باعث سقوط رژیم ایران بشه که بتونن کمونیست‌ها بر ایران مسلط بشن و تاثیر نفوذ ایالات متحده از میان بره. همه اینها نادیده گرفته میشه. میگن این اسرائیل، این یهودی های پنهان، یعنی چه یهودی پنهان؟ کی یهودی پنهانه؟ بعدم همون فرد میآید و میگوید که چون شاه ایران به انور سادات میلیاردها اسلحه داد، اسرائیل کینه مصر ایران رو به دل گرفت و باعث سقوط شاه شد. ایران به مصر هیچ گونه اسلحه نداد. ایران دوره شاهنشاهی یه مقداری کمک های مالی به مصر کرد، همونطور که به کشورهای دیگر کرد. میآید و ادعا میکند که کمک های نظامی شاه به مصر بود که باعث شد اسرائیل از شهرهای سینا که سه برابر خاک خودش هست صرف نظر بکنه، شکست بخوره و اون رو به مصر بده. اشتباه میگوید، تحریف میکند، دروغ میگوید، به خاطر اینکه اسرائیل در چارچوب پیمان صلح با مصر وقتی که انور سادات آمد اسرائیل گفت نو مربار جنگ بس است، به اسرائیل گفت اگه تمام سرزمین های مصری رو که گرفتین به من بدین، من با تون پیمان صلح امضا میکنم. و عقب نشینی اسرائیل در صحرای سینا به خاطر این بود که میخواست با کشور همسایه مصر صلح بکنه. شاهنشاه فقید ایران هیچ دخالتی در این امر نداشت. بنابراین وقتی این گونه مطالب تحریف شده، این گونه مطالب نادرست، این گونه دروغ‌ها، این گونه غرض‌ورزی‌ها، این زهرپاشی‌ها، این کینه‌ورزی‌ها پخش میشه، این به اعتبار یک کانال لطمه میزنه. دروغ تحویل مردم ایران میدن که مردم رو از ادامه مبارزه با حکومت خمینی و خامنه‌ای باز دارن. میگوین اینها یهودی پنهان بودن، ولشون کنین، خودشون تقصیری ندارن، برین دنبال یهودی ها رو بگیرین بکشین، از یهودی ها انتقام بگیرین، برین بمب بذارین، برین کنیسه‌هاشون رو به گلوله ببندین. این نتیجهش. بفرمین. خب سپاسگزارم آقای مناشمیر. این درویان چی میگذره؟ به نظر میرسه که همینطور که شما نمیدونید منم نمیدونم، ولی میتونیم یک تجزیه تحلیلی بکنیم و اون این است که روسیه
نمیخواهد که این مذاکرات متوقف بشه، چون روسیه رو به دردسر میندازه، ایران الان در تنگنا قرار داره، ایالات متحده و اروپا در تنگنا قرار دارن، روسیه به عنوان یک میانجی سعی میکنه که به سود خودش بهره ببره. بعدم همه میدونن که اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه، تنها گزینه که باقی میمونه جنگ، و هیچ کس هم جنگ نمیخواد. نه یکی یکی آقای مناشمیر اجازه بدید یکی یکی شما کشورها رو بگین، حرف منم وقت بشنوید. مثلا شما راجع به روسیه گفتید، من میگم خب آیا به نفع روسیه هست که مشکل ایران با غرب حل بشه، یا به نفعشه که حل نشه تا بتونه روابط تجاری خودش رو در بالاترین حدی نگه داره؟ دقیقا، یعنی باز برمیگردیم به اون مثالی که من چند وقت پیش زدم، روسیه میخواهد که ایران یک بدن چاقو خورده باشه که قطره قطره خون ازش جاری میشه، ناتوانه، نمیتونه رو پای خودش بیسته، وابسته به روسیه باشه و روسیه هر اندازه که میتونه ایران رو بدوشه. من نمیدونم اون خبری که پخش شده تا چقدر موثقه یا نه، که حوزه های گازی در اون بخش از دریای خزر که متعلق به ایران هست کشف شده و روس‌ها میخواهند که کنترل استخراجش و فروشش و قیمت گذاریش رو به دست بگیرن که ایران وابسته به روسیه باقی بمونه. مسلمن. بفرمایید. بسیار. کشور بعدی اسرائیله. آیا اسرائیل از اوضاع فعلی جز موضوع تهدید در موضوعات دیگر از جمله نزدیک شدن به عرب، از جمله بهره برداری از برخی کمک های بین المللی به جهت ایران هراسی از وضعیت موجود سود برده یا ضرر کرده؟ ببینید کل جریاناتی که از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران در منطقه و جهان به وقوع می‌پیونده، به ضرر اسرائیل، به ضرر ایران، به ضرر آمریکا، به ضرر کشورهای دیگه است، به خاطر اینکه کشورها موقعی سود می‌برند که آرامش باشه، امنیت باشه، داد و ستد آزاد باشه. ببینید فقط در چنین مواردی کشورهای مثل روسیه و چین میتونن سود ببرن، به خاطر اینکه بیشترین کارشون فروشه و جلوگیری از تولید در کشورهای دیگر و ضعیف نگه داشتن کشورها مثل کشورهای آفریقایی است که اونها رو تحت انقیاد خودشون در بیارن و ماده خام ازشون بگیرن. مواد خام در چین بسیار کم شده و کمتر میشه، بنابراین اونها میخواهند که این کشورهای خاورمیانه ضعیف و تو سری خورده بمانند. منافع دولت‌های غربی اسرائیل و ایالات متحده درست برعکس اینه. هر اندازه که ایران قوی تر باشه و بتونه روی پای خودش بیسته و دست از فتنه‌گری در کشورهای منطقه برداره، وضع اقتصادش خوب باشه، داد و ستد اروپا و آمریکا با ایران بهتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه آنچه که اروپا و آمریکا میتونه به ایران پیشنهاد بکنه، عرضه بکنه و ایران بهش احتیاج داره، تکنولوژی و صنایع در سطح بالا، چیزی که نه در چین وجود داره نه در روسیه وجود داره. بنابراین اگر ایران قوی باشه میتونه بهترین ماشینالات رو از آلمان بخره، بهترین هواپیماها رو از ایالات متحده خریداری کنه. الان بیش از 40 ساله که حکومت ایران حق خرید هواپیما از نداره، یعنی آمریکا نمیذاره که ایران هواپیماهای جدید بخره. ببینید که با این چقدر ضرر میکنه. اگر ایران یک کشور صلح طلب و عادی بود و با ایالات متحده روابط خوبی داشت، کلی بوئینگ میتونست به ایران هواپیما بفروشه. بنابراین ایران سالم و صلح طلب و دور از دیکتاتوری و فتنه‌گری منطقه به سود همه کشورهای دنیاست، شاید به استثنای روسیه و چین. بفرمایید. بله. خب به این ترتیب اصولاً شما فکر میکنید که اوضاع اقتصادی ایران
وقتی این ماجرا اینجوری داره کش پیدا میکنه چه اتفاقی برش میفته؟ ایران ورشکست شده میشه و خواهد شد، یعنی هر روز بدتر و بدتر میشه. نه فقط این، بلکه در کنار ورشکستگی یعنی نبود ارز خارجی، روز به روز غارت ها، چپاول ها، دزدی های کلان بیش و بیشتر میشه، آدم شاخ در میاره. و یه نمونهش رو حتما شما بهش خواهید پرداخت. این است که حکومت ایران یک حکومت ورشکسته. منتها یک مشکل بزرگ وجود داره که دولت ها برخلاف شرکت ها نمیتونن اعلام ورشکستگی بکنن. حتی اگر فرض کنید که حداقل پول مورد نیاز 10 تومن باشه و اینها 1 تومن در صندوقشون باقی مانده باشه، هنوز هم نمیشه گفت که ورشکستن، به خاطر اینکه با همین 1 تومن هم ناچارن مملکتشون رو بچرخونن. ولی پیامد این 1 تومن چیه؟ فقر، گرسنگی، بیسوادی، دزدی، هرج و مرج و غیره و غیره. حکومت ایران به همه این مراحل رسیده، در حال فروپاشیه. کی اتفاق خواهد افتاد؟ هنوز به عوامل و وقایع نیاز داره که ما دقیقا نمیتونیم پیش بینی بکنیم. بله، خب عرضم به حضورتون که قرارداد ایران، روسیه و چین. ببینید بله. چین قطعا در رابطه با جاده ابریشم خیلی مصره که این قراردادها که در قالب این تفاهم نامه داره روش کار میشه انجام بشه. آیا فکر نمی کنید این موضوع داره آرام آرام مسیر خودش رو طبیعی طی میکنه و این قراردادها بسته میشه و چین تسلطشو به ایران به دست میاره؟ کاملا درست میگید، کاملا درست میگید، ولی فقط این به ایران منحصر نمیشه. ببینید چین در 2 زمینه داره فعالیت میکنه. گفتید جاده ابریشم یعنی جاده زمینی، در کنار اون فکر میکنم جاده اطلس هست که جاده های راه های دریایی و بنادره. ببینید اینها آمدن و با اسرائیل قرارداد بستن که بندر حیفا رو بازسازی بکنن، با ایران قرارداد بستن برای بازسازی بنادر و با چندین کشور دیگر هم قراردادهای مشابه امضا کردند که یک زنجیره دریایی ایجاد بشه از چین، از هنگ کنگ و دیگر بنادر چین که بیاید و از طریق این بنادر بره و کالای چینی رو به اروپا برسانه. بله این نقشه ای است که دولت چین الان سالیان دراز دنبال میکنه و تا حدود زیادی هم به انجامش و به اجراش داره نزدیک میشه. بله خب عرضم به حضورتون که بریم به اسرائیل. مدتی است از آقای نتانیاهو ما خبر نداریم، حالشون خوبه؟ من پیام شما رو به ایشون خواهم رسون. نه حالش خوبه، هیچ خبری نیست ازش که چون ساکت نشسته. نه خبر هست، رهبر اپوزیسیون اسرائیل و سعی میکنه که با انتقادهای شدید و گزنده از دولت کنونی اون موقعیت خودش رو حفظ بکنه. مسلما مقداری از اون محبوبیت پیشینش رو از دست داده، هنوز طرفداران پروپاگورسی داره و هنوزم شاید امیدواره که به قدرت بازگرده. منتها یک جریاناتی در ماهای گذشته پیش آمده و اون این است که اعلام شد که آقای بنیامین نتانیاهو حاضر به برخی از اتهامات اعتراف بکنه و یک مجازات سبکی داشته باشه که این مجازات نه زندان باشه و نه لکه ننگ به دنبالش باشه. لکه ننگ در زبان عبری یعنی کسی که پیشینه سوء پیشینه داره و نمیتونه وارد مجازاتی نباشه که سوء پیشینه بشه. اون میخواد که سوء پیشینه نشه و ولی دادستان کل اسرائیل و در واقع مشاور
ارشد حقوقی دولت این خواسته رو رد کرد و ایشون دیگه دوره خدمتش تمام شد و کنارگیری کرد. الان ما یک مشاور ارشد حقوقی دولت رو داریم و آقای نتانیاهو هم این چیزش رو پس گرفته و احتمالاً محاکمه ادامه خواهد داشت. ببینید این یک جریانی است که دست کم 6 سال 7 سال دیگه طول میکشه، چیزی نیست که به این آسونی ها تمام بشه. منتها تا هنگامی که آقای نتانیاهو به جرم خودش اعتراف نکرده یا لاقل بخش از اتهامات رو نپذیرفته و این محاکمه ادامه داره، بحث در اسرائیل هست که آیا ایشون میتونه نخست وزیر بشه دوباره یا نمیتونه بشه. این موضوع پرسشی است که هنوز مشخص نشده، حقوقدانان دربارش جواب ندادن، ولی برخلاف انتظار من و انتظار بسیاری از افراد در اسرائیل، دولت کنونی که یک کوالیشن، یک ائتلاف عجیب غریبی هست، خیلی خوب دوام آورده و به کارش ادامه میده و تا به حال کارهای خوبی کرده و تا کی بتونه دوام بیاره نمیدونم، ولی فعلا هست و صحبت از انتخابات بعدی نیست و صحبت از اینکه آقای نتانیاهو دوباره به قدرت برسه نیست. و در داخل حزب لیکود هم وقایعی در جریان هست که الان یک افرادی در داخل حزب این جرأت و شهامت رو به خودشون میدن که میگن ما میخواییم که رهبری حزب رو به دست بگیریم، آقای نتانیاهو دیگه کافیه، بهتره بره کنار و رهبری حزب به دیگری سپرده بشه. فقط در حاشیه باید بگم که اگر آقای نتانیاهو در آن دوران بحرانی 2 سال گذشته حاضر میشد که از تقاضای خودش برای نخست وزیری صرف نظر بکنه، حزب لیکود میتونه قوی ترین دولت رو در اسرائیل برپا بکنه و به 4 دور انتخابات زود هنگام هم نیازی نباشه. ولی ایشون چسبید به مقام نخست وزیری، گفت من کنار نمیام و رسیدیم به وقایع امروز. به هر حال ایشون هنوز مطرحه، نگران نباشید و اگه میخواید من به سلام میرسونم. بفرمایید. سپاسگزارم. آقای شمی، اوضاع این اومیکرون چه در بعد از کرونا چی شد در اسرائیل؟ ببینید، نه فقط در اسرائیل، در سراسر جهان یه مقدار زیادی از اون خطرات و نگرانی های اومیکرون کاسته شده. به طور قاطع از نظر علمی و پزشکی ثابت شده که اونهایی که دست کم 2 دوز واکسن زدن و اگر 3 تا زدن چه بهتر، و افرادی در اسرائیل مثل من که 4 تا دوز زدیم، اینها نه که به اومیکرون مبتلا نخواهند شد و باید احتیاط خودشون رو ادامه بدن، ولی اگر بشن میزان مرگ و میر به حداقل میرسه، خود علائم بیماری و عوارضش هم خیلی کمتر خواهد بود. و ما میبینیم که هم در اسرائیل و هم در کشورهای اروپایی و ایالات متحده و کشورهای دیگه دارن درهای اقتصاد رو باز میکنن، مردم خسته شدن و هر روز بر دامنه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی افزوده میشه. منتها توصیه این است، بیاد داشته باشید، توصیه این است که هنوز هم باید ماسک زد، هنوز هم باید احتیاط کرد و هنوز هم نباید گفتش که من مبتلا نخواهم شد. احتیاط بشه ولی فعالیت‌های عادی ادامه پیدا کنه، ولی محدودیت‌ها هنوز در حال ادامه داره. ما منتظریم که تمام بشه. شما گروه خودتون رو بیارین اسرائیل، باخشای ما منتظرتونه. بفرمایید. سپاسگزارم. آقای مینا شمیر، ما به عنوان یک تلویزیونی که جزء 10 تلویزیون پربیننده ایرانی هستیم، خب اینو من نمیگم، جلویز میگه، یک 10 تا تو سیستم ما لاقل جز 10 تا هستیم. ما واقعا قصد داریم که تلویزیون رو ارتقا بدیم و قصد داریم از کسانی که در رسانه سابقه دارن، صاحب نظر هستن مثل شما، واقعا دعوت کنیم بشینیم ببینیم چی کار باید بکنیم. ما
این استعداد رو این تلویزیون داره که بیننده های بیشتری داشته باشه، خیلی بیشتری داشته باشه. لذا از جناب عالی دعوت میکنیم که در این رابطه نظراتتون رو با ما در میان بگذارید که چه بکنیم. یه نکته رو من پیشنهاد و توصیه است. ببینید شما از تلویزیون ملی صحبت میکنید و دلم میخواد، همیشه خواستم که یک تلویزیون یا یک رادیویی باشه که انعکاس دهنده افکار همه گروه های سیاسی باشه، یعنی وسیله باشه که این گروه ها به هم نزدیک بشن، تحمل داشته باشن که حرف یک دیگر رو بشنون و برخورد عقاید و آرا به وجود بیاد. آقای مناشمی، الان فکر نمی کنم هیچ تلویزیونی جز ما این خصوصیات داشته باشه. در تلویزیون ما به احتمال زیاد نه، اصلا جریانات خودشون برنامه مستقل دارن غیر از اینکه حالا تو برنامه های من هستن همشون، ولی اصلا خودشون هم برنامه مستقل دارن و این خیلی مهمه. بله، یه تنوع بیشتری شاید بشه به وجود آورد که به هر حال هر چه که احزاب و گروه های مختلف سیاسی بتونن بیشتر از طریق تلویزیون کانال یک دیدگاه های خودشون رو انعکاس بدن، این یه وسیله میشه برای نزدیک شدن این گروه ها به یکدیگر. و علاوه بر این من توقع دارم که هر گروهی یه مقداری هم کمک مالی بکنه که بهش هزینه های تلویزیون آقای مناشمی تامین کرد. این گروه های سیاسی بیچاره هشتشون گرون نوشونه، اصلا دنبالمون نرو. نه به هر حال هزینه ها رو باید تامین کرد. یه کسی میامد جوان دوربین میشه یه فطیره در زبان عبری هم میگن اگر آرد نباشه نانی وجود نخواهد. نه یه کسی میامد جلوی دوربین میشه چنان حرف میزد هم فکر میکنه چگواراست، فیدل کاستروه. بعد بهش گفتیم خب آقا برای مینتنس برنامه باید ماهی 100 دلار بدی، ماهی 100 دلار، این همه تو میگی من جمعیت دارم تو ایران فلانی برنامه. خلاص گفت آقا نمیتونیم، نداریم. گفتم آخه شما پس چجوری؟ آخه حالا ولش کن آقا یه مناش امیر، به من بفهمید که واقعا ما برای این که بتوانیم یک برنامه خبری ویژه داشته باشیم چیکار باید بکنیم؟ نظر شما چیه؟ ببینید این آره، من با درد عمیق میتونم بگم که این کار، رسیدن به این هدف خوب که من بسیار طرفدارش هستم، بودجه کلان میخواد. نمیگم اون 600 میلیون یا 700 میلیون دلاری که در اختیار یک شبکه دیگر، نه، ولی خیلی پول میخواد، چون شما باید در تمام کشورها خبرنگار داشته باشید، در خود هیئت خبری داخل استودیو هم باید ده ها نفر من یه فرمول باشن. دارم برای این کار آقای مناش امیر. بفرمایید. من میدونی من متخصص اینم که با پولای کم کارهای گنده انجام بدم. عرضم به حضورتون که میخوام سیستم خبر خریدن درست کنم. یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی بیام تو تلویزیون اعلام کنه ما یک دوره سه ماهه آموزش خبر آنلاین مجانی میخوایم بذاریم، خب بعد یک کلاسایی رو درست کنیم، آقای مناش امیر، آقای منظرپور، خود من، سه چهار تا دیگه تو این کلاس‌ها شروع کنن کار خبری رو درس دادن هر تعداد آدمی که دلشون میخواد، در پایان مجانی، کلاس مجانی. بعد در پایان برای این جوان ها یک گواهی نامه صادر کنه و یک شماره کد. مثلا یک کسی تو سوئده بگیم آقا جان ما هر خبری که تو از سوئد فرستادی اینقدر پول به حسابت می‌ریزیم، خبری که مورد استفاده واقع شد، یعنی خبری بفرستی که ارزش اینو داشت که ما بتونیم پخش بکنیم. نظرتون چیه راجع به این پروژه؟ ببینید هیچ کس برای یک مدت طولانی داوطلبانه
من نمیگم داوطلبانه، من که گفتم داوطلبانه کار بکنه. من نگفتم داوطلبانه، خبر بخریم ازشون. اوکی. برای اینکه ببینید تهیه یک خبر یا 5 تا خبر یا 10 تا خبر فرق نمیکنه. یک خبر یا 10 تا خبر 24 ساعت شبانه روز کار میخواد، آگاهی میخواد، هوشیاری میخواد، تحقیق و پیگیری میخواد. یک خبر یا 10 تا خبر. و فرض کنید که شما بابت هر خبر، فرض کنید ایشون 5 تا خبر در روز بده، ایکس مبلغ شما بابت این خبرها میتونید بهش بدید. آیا این پول کفاف معیشت ایشون رو میکنه یا نمیکنه؟ و من شوربختانه و با تأسف بسیار میگم که تامین نمیکنه. یعنی خبرنگار باید یک حقوق بالا داشته باشه، فارغ از مشکلات اقتصادی باشه، 24 ساعت وقایع رو دنبال بکنه، یه نفر 24 ساعت دنبال بکنه که بتونه دو تا خبر، یه خبر یا حداکثر سه تا خبر برای شما بفرسته. این یکی. دوم این که آقای همایون چقدر میتونه، چقدر بودجه داره که بابت یک خبر بده؟ $10، $100، $150، $200. خیلی مشکله. و حساب بکنید اگه شما این رو زر در فرض بفرمایید 10 کشور یا 15 کشور یا 20 کشور بکنید، ببینید چه مبلغ هنگفت. آقای میروشن یه چیز توجه بکنید. به نظر من موضوع خبر با گذشته تغییر کرده. بله. یه سری خبرهاست که انقدر سریع به نقطه صفر میرسه که اصلا به درد این نمیخوره که شما تو تلویزیونت بخونی. شما بخواید بخونید 10 دفعه قبل از شما همه بیننده ها اون خبر رو دیدن و پیدا کردن. و شما باید بری یه سری خبرها، اتفاقا رادیو اسرائیل جنس کارش این بود. رادیو اسرائیل یه دو سه تا خبرهای رسمی و کمه داشتند و میگفت، ولی اساس کارش تولید خبر بود. من تو اونجا که یادم میاد. بله. ولی آقای همایون فراموش نکنید شما از دورانی صحبت میکنید که اینترنت نبود. خب همین رو میگم. شبکه‌های اجتماعی نبودن، سرعت پخش اخبار به این آخه خبر به همین نبود. دلیل آقای مناشمه، الان خبر اون بازاری که در زمان شما داشت الان نداره تو رسانه. ببینید خبر یه موقع عمرش 24 ساعت بود، زمان مطبوعات. بعد زمان تلویزیون رادیو شد 8 ساعت، زمان تلویزیون شد 4 ساعت، زمان اینترنت شده 30 ثانیه. یعنی از لحظه‌ای که یک خبر قابلیت انتشار پیدا میکنه تا مخاطب به دستش برسه زمانش 30 ثانیه است. تلویزیون رادیو کار به درد کار نمیخوره. خبرنگار شما در استکهلم باید 24 ساعت شبانه روز بیدار باشه، دنبال بکنه که در ظرف اون 30 ثانیه خبر رو بتونه به دست شما. نه فایده نداره، اون خبر به درد نمیخوره. نه اون داره. خبری که توی اون مجرای 30 ثانیه‌ای هست به درد نمیخوره. برای اینی که هم خبرنگار ما داره، هم خبرنگار بی بی سی داره، هم خبرنگار اون یکی داره، هم تو اینترنت و آنلاین هستش، همه میرن میبینن ظرف 30 ثانیه. اون جنس خبر تولید کردن که از تحلیل دو خبر و سه خبر به یه خبر میرسی، اون سیستم اون الان کار میکنه. بله. اون یه جنس خاص خبر. ببین یعنی ما دو نوع خبر داریم، یکی اخباره و دیگری اخبار تحلیلی. این دومیه مهمه. یعنی شما 3 تا 4 تا 5 تا خبر رو که این دومیه مهمه. آره. این دومیه مهمه. این تجربه بسیار میخواد و بله. اوکی اینو میشه روزی یه دونه انجام داد. بله زیادم لازم نیست. اینا برای همه جای دنیا لازم نیست. همه جای دنیا همچین اتفاقاتی نمیفته. یکی اینه که خیلی مهمه در بخش سیاسی،
مردم تحلیل میخوان، خبر نمیخوان. تحلیل خبرها رو میشنون، خبر رو سریعتر از من و شما میشنون، ولی تحلیل میخوان. تحلیل آدم مثل مناش امیر بله. پشتش باشه. تحلیل آدم مثل نه فقط من. یه تیمی الان... که امیر طاهری نمیدونم خود بله. من مثلا یه آدمایی که به حال خبر رو میشناسن و بله. ببینید الان شیوه کار در تلویزیون ها این است که یک خبری رو میدن و برای ارزیابی ارزش این خبر و یا گسترشش یا توضیحات بیشتر یک کارشناسی رو دعوت میکنن که بله. اون دیدگاه خودش رو بیان بکنه. باز اونم کار مشکلیست، به خاطر اینکه شما باید لیستی تهیه بکنید از تمام ایرانیان خوشبیان و آگاهی که در فرض کنید در رشته عملیه اقتصادی. این عملیه توجه میکنید، اینی که شما لیستی از ایرانیان صاحب نظر تو زمینه‌های مختلف داشته باشید که در موقع انتشار مثلا خبر اقتصادی آقای منصور، آقای جمشید اسدی، آقای کیک، چهار تا اقتصاددان بیان راجبش حرف بزنن، تحلیلش بکنن. این عملیه، اینو میشه مستلزم این است که یک نفر یا دو نفر توی مرکز خبر شما بشینن، مرتب به این و اون تلفن بکنن و آمادهشون بکنن، بعد در اتاق فرمان شما باید به جای یه نفر سه نفر یا چهار نفر. همین الان به سلامتی سه نفر هستن، همین الان سه نفر هستن. بله. نه این شدنیه، این دیگه اون بودجه اونجوری رو نمیخواد، اون دیگه فراست میخواد، میخواد بودجه میخواد. و بله نه باز کار خبر ببیسی هم شوربختانه چیزی نیست که شما در یک کورس سه ماهه بتونید تدریس بکنید. یک تحلیلگر خوب، یک خبرنگار با ارزش، یک فردی نه تحلیلگر که شما نمیتونید تربیت بکنید، تحلیلگر داستان دیگری داره. اون بخش خبرنگار منظور من چیه؟ شما اگر بتونیم امروز مثلا یک سوال، من نباید اینجا دوربین بگم ولش کن نمیگم، چون یکی از نه یکی از آسایی است که میخوایم رو کنیم، چون یکی از آساییه که یکی از پروژه هاییه که میخوایم اجراش کنیم به زودی. نباید بریم، بعدا خدمت خصوصی میگم. سپاسگزارم آقای مناش امیر، آرزوی ساعت خوش براتون دارم و برنامه‌های آقای مناش امیر روزهای شنبه ساعت 9 تا 10 10 تا 11 صبح، همه همزمان مال برنامه آخرین لحظه. سپاسگزارم از شما مناش.